با سلام خدمت شما دوست عزیز، تو این جلسه با ایجاد الگوی ورودی و ایجاد قاعده اعتبار سنجی آشنا میشید. بخش اول ایجاد الگوی ورودیه. عمده ترین مشکل که ما تو پایگاه داده باش برخورد میکنیم ناسازگار بودن داده های وارد شده است. مثلا مثل شماره تماسی که کاربر باید وارد بکنه تو فیلد مشخص شده تو این بخش. برای مثال شما میتونید با استفاده از الگوی ورودی این ناسازگاری رو به حداقل برسونید. الگوی ورودی هم یه قالبیه که به کاربر نشون میده داده ها رو چجوری باید وارد کنه. مثلا برای شماره تلفن ثابت سه رقم اول کد و ما بقیه شماره هستش. برای این کار باید بیایم ابتدا توی دیزاین ویو نمای خودمون رو تغییر بدیم، فیلد مورد نظر خودمون رو انتخاب بکنیم. من فیلد تل رو انتخاب کردم که برای تلفن هستش. بعد از اینکه فیلد رو انتخاب کردیم، خصوصیات فیلد اینجا براتون نمایش داده میشه. میایید تو بخش اینپوت ماسک. روی این گزینه، روی این آیکون این ماسک کلیک میکنید، یه همچین پنجره براتون باز میشه به اسم اینپوت ماسک. ببینید الگوهایی رو اینجا داره. شما میتونید الگوها رو انتخاب بکنید. برای بررسی این الگو هم تو این بخش میتونید کلیک کنید، این الگو رو چیکارش بکنید؟ بررسی بکنیدش بچه‌ها. اگر این الگویی که اینجا هست یا این الگو حتی اگر این الگوها مد نظرتون نبود، یعنی با اون الگویی که شما میخواین سازگاری نداشت، یه گزینه اینجا هستش به اسم ادیت لیست. ببینید تو این بخش ادیت لیست، تو بخش دیسکریپشن و توضیحاتش میتونید توضیحاتش رو براش مشخص بکنید. برای چیه؟ اینپوت ماسک میتونید مشخص بکنید الگوی ورودی به چه صورتیه. ببین الان برای وروده شماره تلفن ثابت، خب سه تا عدد اول که میشه کد، ما بقیه هم میشه شماره. یک کاراکتر جدا کننده ای هم من براش در نظر گرفتم. این گزینه پلیس هولدرم یه حالت نویسه نگه دارنده است که میتونید اینجا شما نوعش رو تغییر بدید. سمپل دیت نوع داده، حالا اون پیشورزی که هستش و حالا نوع اون ماسک هستش. مهمترین بخشش اینه که اونو باید تغییر بدید. من روی نیکس کلیک میکنم، میام اینجا مجددا. اینجا میتونم اون اینپوت ماسک خودم رو ببینم، میتونم اینا رو حتی تغییر بدم، به جاشون عدد وارد کنم، یا میتونم حتی پیش شماره رو پیش شماره که از اون شهر هست و وارد بکنم و ما بقیه رو صفر بذارم. این دیگه بسته به نظر خود شما داره. بخش پلیس هولدر کاراکترم که بهتون گفتم، یک نویسه نگه دارنده اینجا میتونید براش مشخص بکنید. من روی نیکس مجددن کلیک میکنم. ببینید اینجا دو تا گزینه داره. گزینه اول with the symbols in the mask، برای اینه که نمادهای اضافی مثلا مثل اون پرانتزه یا خط تیره موجود توی الگو هم توی فیلد شماره تلفن ذخیره بشه. گزینه دومی گفته without the symbols in the mask، گفته نمادهای اضافی ذخیره نشن. من میخوام اون نماده هم چی بشه؟ برام ذخیره بشه. با انتخاب این گزینه اون نماده ذخیره نمیشه. من روی next کلیک میکنم، روی فینیش کلیک میکنم، میرم تو نمای دیتا شیت ویو ذخیره میکنم. بلافاصله که اینجا من کلیک بکنم، همونطور که میبینید من باید طبق این الگو اون مقادیر خودم رو وارد بکنم. قسمت بعدی ایجاد قاعده اعتبار سنجی. هرچند این الگوهای ورودی به کاربر کمک میکنه تا عدد نویسای مناسب رو وارد بکنه، اما نمیتونه برای ورودی ها یه سری محدودیت هایی رو منطبق بر یه قاعده وضع کنه یا مشخص بکنه. یه راه حل بهتر برای جلوگیری از داده های ناصحیح، بهره گیری از قالب های اعتبار سنجی. شما میتونید یه قاعده اعتبار سنجی درست کنید تا دقیقا مشخص بشه چه نوع داده هایی و تو چه بازه‌ای باید تو اون فیلد وارد بشه. همچنین میتونید یه پیغام خطا رو براش تعیین بکنید اگه داده صحیح رو وارد نکرد. باز میایم توی نمای دیزاین ویو، اون فیلد مورد نظر خودم انتخاب میکنم. فیلد کردیت هستش که مربوط به سقف اعتبار مشتری.
بعد از اینکه فیلد رو انتخاب کردم میام تو قسمت ولیدیشن رول تو این بخش. این گزینه رو اینجا انتخاب میکنم. این پنجره برای من باز میشه. Expression Builder. من میخوام تو این بخش تعیین بکنم که کاربر سقف اعتبارش باید چقدر باشه. مثلا من میخوام سقف اعتبار 100,000 ریال رو براش تعیین بکنم. یعنی باید بیشتر از این عدد باشه. علامت بزرگتر و 100,000 رو تایپ میکنم. به این صورت. بعد از اون من میتونم روی اوکی کلیک کنم. ببینین Expression Builder میتونه شما رو برای ورود صحیح داده ها یه جوری راهنمایی بکنه. میتونه انواع گوناگونی از عبارات قابل دسترسی که از اون جمله میتونیم مثلا به توابع و ثابت ها و عملگرا رو اشاره کنیم، اونا رو در دسترس شما قرار بده. مثلا برای این بخش شما میتونید بیاین تو قسمت operators، تو این قسمت comparison، مثلا هر کدوم از این قسمت هایی رو که خواستین انتخاب بکنید. من روی اوکی کلیک میکنم. خب این میاد تو این بخش قرار میگیره. میام حالا به قسمت ولیدیشن تکست. این بخش مربوط میشد به قاعده اعتبار سنجیمون. تو قسمت ولیدیشن تکست برای زمانی هستش که کاربر مقدار صحیح رو وارد نکرده یک پیغام خطایی براش نمایش داده بشه. من میام اینجا تایپ میکنم که مقدار وارد شده صحیح نیست. اینو من سیوش میکنم. اینو تو قسمت کردیت. ببینید. به واسه اینکه من رقمی رو که پایین تر از اون رقم هست وارد میکنم یه پیغام خطایی به من میده. ببینید. بذار من اینو ببینید اجازه میده که من مقدار رو وارد بکنم در صورتی که مقدار صحیح وارد شده باشه.